لینی ویلسون خواننده و ترانه نویس جوان آمریکایی آلبوم جدید منتشر کرد. او به عقیده بسیاری از منتقدین هنری یکی از ستاره های نوظهور و نوآور موسیقی کانتری است. جزئیات بیشتر در گزارش بهنود مکری. این مینی آلبوم ردنک هالیوود نام دارد و مجموعه ایست با 4 آهنگ در سبک کانتری که توسط شرکت صفحه پرکنی بروکن بو اوائل سپتامبر روانه بازار شد. لینی ویلسون ترانه ها را با همکاری گروهی از شعرهای مطرح این سبک موسیقی سروده و در تولید آهنگ ها نیز مشارکت داشته. این هنرمند جوان که متولد شهر کوچکی در ایالت لویزیانا است، فعالیت های حرفه خود را از کودکی آغاز کرد. اولین ترانه خودم رو در 9 سالگی سرودم و موقعی که 9 سالم بود گیتار زدن رو شروع کردم. راستش رو بهتون بگم اینجوری بوده که موسیقی همیشه دنبالم اومده و حس می‌کردم چاره دیگه‌ای ندارم و باید این مسیر رو انتخاب کنم. اینجوری نبوده که از اول بخوام خواننده باشم یا تصمیم بگیرم ترانه بنویسم. لینی ویلسون پس از هنرنمایی در مدرسه، رستوران‌ها و کلوب‌های کوچک لویزیانا به شهرت زیادی رسید و تصمیم گرفت موسیقی را به صورت جدی دنبال کند. به همین دلیل به شهر نشویل خاستگاه موسیقی کانتری رفت تا با تهیه کننده های مطرح و شرکت های بزرگ موسیقی همکاری کند. نوزده سالم بود که تصمیم گرفتم برم نشویل تا پیشرفت کنم و به سطح بالاتری برسم. از یک شهر کوچک 300 نفری در لویزیانا رفتم به شهر بزرگی مثل نشویل. 3 سال در یک کمپ ساده زندگی کردم. بعد یکی از دوستان به هم اجازه داد توی پارکینگ آپارتمانش باشم. جای بزرگی نبود و فقط آب و برق و اینترنت داشتم. دوران سختی بود ولی به هم خیلی کمک کرد. لینی ویلسون پس از انتشار نخستین مینی آلبوم خود در سال 2018 از سوی منتقدین هنری به عنوان یکی از تأثیرگذارترین زنان موسیقی کانتری برگزیده شد. با یکی از شرکت‌های بزرگ صفحه پرکنی قرارداد بست و در ماه‌های اخیر در کنسرت‌های بزرگی به هنرنمایی پرداخته. بهنود مکری، صدای آمریکا.